امروز میخوام ببرمتون یکی از زیباترین ساحل های شرق اسپانیا. بریم با هم یه دور بزنیم. شهر قدیم هم اون پشت میبینید، بسیار زیباست. الان هم وقت غروب، خیلی خوش رنگ تره. شهر قدیم اون پشته، این قسمت جدیدشه. اون تیکه رو در ادامه ویدیو میریم میبینیم، ولی اون چیزی که برای من جالبه و اون چیزی که معروف اینجا، این شن سفیدشه و این ساحل شنی خوشگلش. با این قطار هم میتونید یک حرکت بسیار لوزرانه انجام بدید، برید یعنی با اون دور بزنید، مخصوص پیرمردا پیرزن. خب بریم یه دور بزنیم. من برای امشب اونجا یه هتل گرفتم، بزنشون اونجا اتاق اونجا، یکی از اینا اتاق ویو به دریاشو داشت، چونم 75 یورو. بعد من برای اینکه ثابت کنم ایرانی هستم، من گفتم دیر میرسم تاریک میشه، ویو به دریا به دردم نمیخوره، ولی خب زودتر رسیدم. یه اتاق معمولیش میشه 55 تا، ولی شما فقط این ساحل رو نگاه کن، این دریا رو نگاه کن. اصلا بریم ساحلم بیدم دریا رو بهتون نشون بدم. شما یه آشغال میبینی؟ نمیبینی؟ نه، امکان نداره. هم مردم رعایت میکنن، هم اینا خوب تمیز میکنن. اسپانیا خوشم میاد دیگه. این که امکانات میده، نیا کن، دوش گذاشته اینجا، سطل آشغال، دوش، آب خوردنی نیست، برای اینکه پاتو بشوری، سگتو بشوری، همه اینا رو امکانات گذاشته. اینجا رو باید مس بیای، دو نفری هم بیای. بعد من چای سبز رو خوردم، تنهایی هم پشتم اومدم، ولی خب هدف اینه که نشون میدم. شاید بپرسی چرا خلوته، چون غروبه، ساعت دیره، الان دیره. به به به، دریای غم ساحل ندارد. خیلی خوشگله، واقعا یکی از زیباترین منظره هایی هست که من تو اسپانیا تا الان دیدم. حالا من در ادامه میرم اون داخل شهرم نشون میدم. این المان شهره، همه از جمله خودم، اومدم زور باش عکس گرفتم که به عنوان کاور این ویدیو استفاده کنم، ولی اینم خیلی خوش عکسه، اون قلعه پشتش. خب این امشب هتل منه، اتاق منه، یه همون دستشوی کوچیک. بعد سی ویو هم دارم. این سی ویوه، به به، نیا کنیم بگیم میگن سی ویو. و یه خورده برای سی ویو باید گردنت اینطوری خم کنی، آها اونطوری اون گوشه یه خورده سی میبینی. ولی خب وقتی 50 یورو داده باشی، قرار نیست جمیله بیاد از تو سی ویو برات برخصه، همینه که هست. تو این روز به این زیبایی، ساعت 8 صبح، شما رنگ دریا رو ببین، آفتابم در اومده، همه چی عالی. بریم با هم یه دور بزنیم. ماهی رو میبینین تو آب؟ انقدر آب تمیز و شفاف اینجا. خب تور قلعه‌مونو آغاز میکنیم از زیر این درخت انجیر زیبا. مثلا این آرامش، این رنگ دریا،
این قیمت نداره. من دیشب اینجا خوابیده بودم، یه هتلیه با بیچ کلاب، خیلی خوشگل بود، همش هم یه ستاره داشت، فکر کن شبیه 50 یورو هم قیمتش بود که هیچی نیست برای همچی جایی، که من مطمئنم تو تابستون همین میشه 200 تا، ولی عالی بود. یه صبونه خیلی مشتی هم داد و الان میرم که یه سری بزنم به این قلعه و یه دور بزنم. میرم مردم اینجا داشتن ماهیگیری میکردن، گفتم بریم اینجا یه دوری با هم بزنیم. وقتی شکوه و عظمت اینجا رو درک میکنی که میفهمی این 1000 سال پیش ساخته شده، بنا شده و هنوزم ابهت خودشو داره. تو این پنیشکولا فیلم های زیادی گرفته شده، از جمله این دوتا فیلم، لوس کورساریوس در کاریبه و ال دیا نونکا پور لا تارده. این دوتا فیلم که من نمیشناسمشون، شاید شما بشناسید، اینجا فیلم گرفته شده. حالا چند تا فیلم دیگه هم هست، حالا بهتون نشون میدم. فیلم های معروف گیم آف ترونز اینجا فیلم برداری شده، بعد ال سید اینجا فیلم برداری شده. بریم توی شهر. اینطوری که من فهمیدم پارک کردن اینجا یک داستانی هست. جا پارک خیلی کمه، البته خب من با موتور اومدم مشکل ندارم. خب حالا میایم اینجا دوباره یه صحنه فیلم برداری. بعد نوشته که فیلمایی که اینجا فیلم برداشته، ال سید 1961، چیرینگیتو د پپه. چیرینگیتو چیز ساحلی رو میگن، کلاب ساحلی، رستوران ساحلی. خوگو د ترونز، گیم آف ترونز اینجا. خلاصه صحنه فیلم های مختلفی بوده اینجا. بسیار زیباست. خب این برج و باروی شهر بوده دیگه، که این ساحل زیبا رو میتونی ازش ببینی. شاید چه خود تو فکر کردی که خب چه اشکی نیست. دلیلش اینه که من اینجا رو قرق کردم براتون به این ساعت مختلف، کل منطقه رو، کل شهر رو، که شما با آرامش بتونید اینجا رو ببینید و از شکوهش لذت ببرید. شما فقط اینه یه لحظه نیا کن، آرام اون دو نفر رو اونجا نشستن تو بالکن دارن قهوه و سیگار، ببینید چه لذتی میبرن اونو. البته به اون دوتا اجازه داده بودم بیان تا این ساعت. رنگ خونه ها رو بریم این تو ببینیم که کی به کیه. یه کلیسای مرکزی اونجا هست، اینا هم همه هتل و هاستل و آخ چه صحنه هایی. وای بریم این بر. برو با چه خبره قیمت ها رو. اینجا ورودی قلعه هست. خب من نمیرم. این دوباره یه میدونیه. اینجا دوباره زده که چه فیلمایی اینجا فیلم برداری شده. ببینیم آب داریم. به به. خب فیلم ها
این من نمیشناسم، پاریس تومبوکتو رو نمیشناسم، 1999 چیرینگیتو د پپه 2014 هم نمیشناسم. من کلا فیلم زیاد نمیبینم. اون ور برم، این ور، این ور برم. مچ میزنم این پاپ باشه اینجا نشسته. یه چیز جالب، در طول تاریخ یک بار یک پاپ خارج از واتیکان زندگی کرده بود، اونم 500 سال پیش اینجا بوده. اینجا مقر استقرار پاپ بوده و دیگه بعد اون اتفاق نیفتاده. بعد اینجا انقدر مهم بوده که بارها صحنه جنگ حتی بین مسلمین و اسپانیولی اینجا بوده. اسپانیا آخر انداختنشون بیرون از اینجا، دست به دست میگشته اینجا. دستشون درد نکنه. ببین خواهرم حجابت، ببین حتی برای اینکه درخت تحریک نشه شلوار توری، جوراب توری پاش کردن و تو خواهرم حجابت رو حفظ نمی کنی. حال میکنید من این شهر رو برای فیلم برداری صحنه های از فیلم یوروپی ما قرخ کردم. حالا جدی اگه از خودتون پرسید چرا هیچکی نیست، برای اینکه اول صبحه. این ساعت 8 صبح اینجا پرنده، وای چقدر خوشگله، وای 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 وای. من عمدن الان خنکه و منی که با موتور هستم باید گازو بگیرم برم. وای اینجا را، اینجا را، اینجا را، اینجا را. یک لحظه سکوت به احترام این همه زیبایی. این تیکه خیلی خوشگله، کافه شو. که فضولی بیشتر از این نمیتونستم بکنم. به به. خب اینم از داخل این شهر. بازم براتون ویدیو میدم. خب اینو من کجا پیدا کرده بودم؟ اسپانیا هر سال یک بروشوری در میاد، زیباترین روستاهای اسپانیا. این امسال این تو بود، برای همین من اینجا رو پیدا کردم. امیدوارم خوشتون بیاد. بازم با ویدیوهای بهتر خوشبختانه در خدمتم.